درخواست رونالدو برای ترک منچستر یونایتد. مقصد بعدی کریس رونالدو بعد از منچستر کجاست؟ طلاق توافقی رونالدو از شیاطین سرخ باشگاه منچستر یونایتد به فروش گذاشته شد. و اشکهای رونالدو در آخرین جام جهانی عمرش. رابطه پرتنش ماهای اخیر میان کریستیانو رونالدو و باشگاه منچستر یونایتد سرانجام با توافقی دو جانبه برای جدایی ستاره پرتغالی از شیاطین سرخ به پایان رسید. از سوی دیگر مالکان منچستر یونایتد که پس از دوران طلایی و پر افتخار قهرمانی‌های متعدد با الکس فرگوسن در دهه 1990 هرگز نتونستند بار دیگر این تیم را به قله فوتبال انگلیس برسانند در صد فروش این باشگاه هستند. رسانه‌های بریتانیایی خبر دادند که کریس رونالدو، بازیکن شماره 7 منچستر یونایتد، تنها یک سال پس از بازگشت به این باشگاه، خواستار ترک این تیم شده است. کریستیانو رونالدو که سال گذشته طی قراردادی به ارزش 25 میلیون یورو از یوونتوس ایتالیا به منچستر بازگشته بود، پس از ناکامی‌های شیاطین سرخ، تصمیم گرفته به باشگاه دیگری برود که جاه‌طلبی‌های بیشتری داشته باشد. پس از آنکه فصل گذشته منچستر یونایتد نتونست در جمع 4 تیم برتر رقابت‌ها قرار گیرد، رونالدو بیش از قبل نسبت به ادامه حضور خود در جمع تیم قرمزپوش شهر منچستر دچار تردید شده است. قرار گرفتن منچستر در رده ششم رقابت‌های لیگ برتر جزیره به این معناست که رونالدو پس از بیش از یک دهه فصل آینده در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا حضور نخواهد داشت. این در حالی است که بعد از حضور موقت و البته ناموفق رالف رانکینگ روی نیمکت منچستر، حالا قرار است تنها کلندی این فصل هدایت شیاطین سرخ را بر عهده داشته باشد. با این حال با گذشت چندین هفته از آغاز فصل نقل و انتقالاتی، مدیران این تیم نتونستند خرید قابل توجهی انجام دهند و در مقابل پل پوگبا، یکی از ستونهای خط میانی خود را نیز از دست دادند. رونالدو که حالا 37 سال دارد همچنان می‌خواهد به جاه طلبی‌های خود ادامه دهد و به دنبال حضور دوباره در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در رقابت‌های سال آینده است. رسانه‌های انگلیسی البته گزارش دادند که مدیران منچستر با درخواست رونالدو مخالفت کردند و به او گفتند که باید همچنان در باشگاه بماند. با این حال مشخص نیست ادامه اصرار احتمالی ستاره پرتغالی چه سرنوشتی را در خصوص آینده این بازیکن رقم خواهد زد. برخی از رسانه‌های ورزشی از باشگاه‌هایی چون بایرن مونیخ، چلسی، ناپولی، پاریس سن ژرمن و حتی ریال مادرید به عنوان مقصدهای احتمالی ستاره پرتغالی یاد کردند. هرچند با توجه به علاقه رونالدو به منچستر، کمی بعید به نظر می‌رسد که او حاضر شود در انگلستان در تیمی جز شیاطین سرخ به میدان برود و به چلسی بپیوندد. از سوی دیگر ریال مادرید که در جذب کیلین امباپه ناکام بوده، همچنان به دنبال یک خرید جذاب در پنجره نقل و انتقالات تابستانی است. رونالدو که روزهای درخشانی را با کهکشانی‌ها تجربه کرده، با وجود سن بالا همچنان ستاره محبوب برای هواداران سانتیاگو برنابیو به شمار می‌رود. شایعات در خصوص پیوستن رونالدو به بایرن مونیخ هم در حالی افزایش یافته که پیشتر مدیران این تیم اعلام کرده بودند که جذب ستارهایی به سن و سال رونالدو در برنامه این باشگاه قرار ندارد. با این حال جدایی احتمالی لواندوفسکی از بایرن و پیوستن او به بارسلونا میتواند مدیران باشگاه مونیخی را متقاعد کند تا به سراغ جذب رونالدو بروند. این تجربه از آن جهت برای رونالدو جذاب است که میتواند او را به بازیکنی تبدیل نماید که پس از کسب قهرمانی در رقابت‌های فوتبال انگلستان، اسپانیا و ایتالیا، تجربه قهرمانی در بوندسلیگای آلمان را نیز تجربه کند. ایده جذاب دیگر برای رونالدو میتواند پیوستن به ناپولی باشد. باشگاهی که با هواداران دیوانه فوتبال میتواند رونالدو را به خدای جدید شهر ناپل تبدیل کند. رونالدو که خود را یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال میداند، ممکن است وسوسه شود که با حضور در تیمی نسبتاً متوسط مانند ناپولی، تجربه موفقیت مارادونا در این باشگاه را تجربه کند و نام خود را بیش از گذشته در دنیای فوتبال جاودانه نماید. از سوی دیگر حضور رونالدو در باشگاه پاریسی هم ایده‌ای دیوانه کننده به نظر می رسد. پیوستن رونالدو به پاریس به معنای حضور همزمان میسی، رونالدو، امباپه و نیمار در پاریس سن ژرمن خواهد بود که پیشتر مشاهده چنین ترکیبی تنها در بازی‌های پلی‌استیشن قابل تجربه به نظر می رسید. به هر ترتیب بازیکنی که در فوریه 2023، یعنی حدود 7 ماه دیگر 38 ساله خواهد شد،
همچنان طرفداران بسیاری در دنیای فوتبال دارد و احتمالاً هواداران باشگاه‌های متفاوت و متعددی در اروپا آرزوی این را دارند که کریس رونالدو پیراهن شماره 7 آن باشگاه را برتن کند. در پنجمین روز از مسابقات جام جهانی 2022 قطر، تیم ملی پرتغال در اولین دیدار خود به مسافه غنا خواهد رفت. کریستیانو رونالدو که پنجمین حضور خود در این رقابت را تجربه می کند، به موقع ورود به ورزشگاه مورد تشویق هواداران قرار گرفت. اشکهای رونالدو ستاره تیم پرتغالی که آخرین حضور خود در جام جهانی را تجربه می کند، هنگام خواندن سرود تیم ملی کشورش پیش از شروع بازی با غنا سوژه عکاسان حاضر در جام جهانی 2022 شد.